کشمش میخوام برمون کنه. بچه ها بگو بار نزنن. همه بارا رو خالی کنن. ها بله چشم. بارا هیچ کس بار نمیزنه تا من برگردم. هیچ که بار نزنه. بارا رو بذاری زمین. بذاری زمین. بذار پایین. همه جمشن اینجا. شکره رو بیاری جلو. اونها هم که بار زدن بذاری زمین. بذاری زمین. خسته نباشی سندر، دارم به یادت جور بکنم. رازم نکرده طوری شده. بارمون چیه؟ جب به در نیار، قرار تو پولتو بگیری و شفرار با بارشون تا ایران ببری. حالا اگه به خیالت میخوای قیمت رو زیاد کنی کور خوندی. چی صحبت پول کرد؟ میگم اینا چیه ما داریم میبریم؟ همون چیزی که برای بردنش پول میگیری. من قرار بود چای و پارچه و لاستیک و یه مشخرت و پرت ببرم. وقتی این همه پول به پیشنهاد شد فکر نکردی باره با ارزشه؟ برحال من همون چیزی رو میبرم که قرار بود ببرم. برای من بازی در نیار. میخوایی پرونده تو برات بگم؟ یه سال و نیم زندان مشهد، 3 سال زاهدان، 2 سالم تهران. پرونده کم سیالی؟ تو اون پرونده لامصب من کجاش نوشته شده که من قاچاق اسلحه هم میکنم؟ تو میخوای یه قورخونه رو 500 کیلومتر ببرم تا اگه همه چی میزون بود یه آدمی که نمیشناسمش بیاد و از من تحویل بگیره. کی داره میفرسه نمیشناسم، اما تو محلکه نیست. واسطه کیه میشناسم، توی. اما از اینجا جمع نمیخوری. کی تحویل میگیره نمیدونم، اما تا هوا آفتابی نباشه و همه جا امن نباشه خودشو نشون نمیده. نه آقا گرگیچ، این لقمه تو گلوی من گیر میکنه، من نیستم. سازمانی که این کارو داره میکنه با کسی شوخی نداره. اگه کسی که پاش وسط کاره سرشو بلزه پایین و بره میکشنه که سندل. ای برزو سروانی، امرود آقا سندل. آماده شو که بریم. اطاعت آقا سندل. رو چشم. کسی که خط نشون واسه ما بخواد بکشه هنوز سجلش نوشته نشده. اون دم دستگاهی که مدعیش هستی بگو کار راست رویس مخلصتونم. واسه اینجور کارا دندون ما کنده. ای سندر، یه کار راستوری سوست دارم. فردا بیا قلعه تا هم دیگر رو واسه آشتی کنون ببینیم، باشه؟ آه Thank you.
دنبال من میگشتین؟ بلد چی میخواین ها؟ بلد چی؟ بی بلد چی؟ من مثل یه مرد سر قرارم اومدم، تنها هم اومدم، روزم اومدم. به اون گرگیج نامردت بگو اینو سرش کنه. چند تا کشته دادیم؟ 6 تا. در زمینم براتون توفه فرستاده که سرتون کنه. با همین توفه گور خودشو کنده. از همین حالا مرده حسابش کنیم. کاش میمدی یه سر با هم میرفتیم تهرون. تازه از تهرون لعنتی فرار کردم، نمیخوام به این سوتی برگردم. آره میفهمم، مرگ ناگهانی زنده داش واقعا سخت. افسوس که عمرش خیلی کم. نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی مادر خیلی نگرانته. میدونم، ولی چه کار میشه کرد؟ مثل اینکه گروبان اشتری اومد. پسر یکه یکه. پسر با این قیافه میخوای سر سفره عقد بشینی؟ موازی باشه وقت ندازدنه جناب داماد. چرا مگه چشه؟ جام سرکار دوبار. سلام. به به شادوماد خودمون، به سلامتی شما هم که آزه میخوام. بله با اجازتون. شیری ما که یادت نمیده. نخیر قربان. خوبه. حتما. مواظب مادر باش، اون تنها تر از ماست. چشم. حتما. به سلامت. دیرتون نشه. به تهرون رسیدی تلفن بزن. باشه چشم. خدا بس.
بله بفرمایید. جناب فرمانده هستم. بوشی. بله بفرمایید. با جناب فرمانده کار داشتم. گوشی لطفاً. جناب سرگرد، همونیه که عرض کردم، برای چندمین بار تماس میگیره. بسیار خوب. بله بفرمایید. جناب فرمانده خودتونین؟ ارباب صندل. گفتی تمام مکالمات رو ضبط کنم؟ بله قربان. الو گوشی لطفاً بفرمایید. جناب سرگرد چقدر بهت گفتم نکن، دست از ما بکش، بذار به کارمون برسیم. برات پیغام دادم، دو سه نفر رو واسطه کردم، گفتم من فقط واسه نون زن و بچه‌ام جزات می‌کنم. تریاک و هروئین و حشیش تو خطم نیست. واسه 10 تا 14 اینچ اونم تایوانیش 3 سال کلم کردی. حالا برو جمعش کن. داداشت محسن رو میگم، درسته که از یه خرج عروسی جلو افتادی، اما کف رو دفنم دست کمی از بزن به کوب نداره. 20 کیلومتری جاده غربی، برو جسدشو وردو نزا به شب بکشه، خوبیت نداره، برو جمعشون کن. دیگه هم به پر و پای ما نپیش جلو سرگو. تو چی هستی؟ سنده، عقاب شبیه. الو الو، اتفاق بدی که نیفتاده؟ نمیدونم، یه چیزایی راجع به محسن میگفت. آقا محسن استوار اجدری برنگشته؟ از صبح که رفتن دیگه خبری ازشون ندارم. اون که خیلی وقت رفته، باید تو الان برگشته باشه. چی بگم قربان؟ کاش میمدی یه سر با هم میرفتیم تهران. تازه از تهرون لعنتی فرار کردم، نمیخوام به این زودی برگردم. آره میفهمم، مرگ ناگهانی زنده داشت واقعا سخت. افسوس که عمرش خیلی کم بود. نمیخواستم ناراحتت کنم، ولی مادر خیلی نگرانه. میدونم. به تهران رسیدی این تلفن بزن. باشه چشم. دو 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 نکن دیگه. دو دستم خط میفته. دو گفتم نکن. ما میذاری برام خونه عمو دلبو؟ برو مادر برو. خیلی خوب دخترم، تو بلند شو، من خودم بچرم. ماما نگاه کن، نسترن نمیذاره مشقامو بنویسم. نسترن جا شلوغ نکن مادر، بذار یاسمن درسشو بخونه. چه خبرتونه؟ بچه خوابیده ساکت باشی. ولش کن، بذار درسشو بخونه. من کار نکردم که. باز کنید، نیروی انتظامی منطقه است. چی شده سرکار؟ صندل کجاست؟ دنبال کار، یه لقمه نون واسه بچه‌هاش. امروز کی از خونه رفت بیرون؟ مثل هر روز، اون مرد خونه نشینی نیست. اگه اومد دو بویه سر بیاد پاسکار، جناب سرگرد کارش. چی شده سرکار؟ حتما پیغامو بهش برسون. چشم. بریم سرکار.
کجاست؟ گفتم اون شوهر پدر سوختت کجاست؟ شده نامرگا کشتن و حرام کرد تو در صبرت بده اونجا یه روش مهمور میزم و بدن اینجا ریخ داده هر طور شده باید بریم اونا بالاخره بر میگردن معلومه میخوان با چه کار بکنن سنوبر رو چند رو برام نگر میداری پس چی؟ نه خالو تو چشم میذارمش مواظبش باش از یه باغ گل همه یه غنچه برام مونده مواظبش باش خدا مواظب همه مون باش متاسفانه تمامی جستجوهای ما بیفایده بود خصوصا بعد از کشتار زن و بچه هاش سراغ هر کس رفتیم کاملا ازش بی اطلاع هم بالاخره پیداش میکنم زیر سنگم بره پیداش میکنم بله بفرمایید بله گوشی با شما کار دارم الو بفرمایید سرگورد بله خودمم من همونی هستم که خونم آتش زدی همونی هم که باغچم رو شخم زدی گلام رو پرپر کردی هر جا بری پیدات میکنم و تکه تکت میکنم سرگورد اتفاقا منم دنبالت میگردم بهتره یه جایی هم دیگه رو ببینیم صندل زابولی بود تو شهر بدجوری چه افتاده که مامورین خانواده‌شون اونا خودشون این چار رو انداختن مارایی هستن که وقتی کسی نباشه به خودشون نیش میزنن Thank you.
منتظرت بودم. البته مثل همه آدمای نامرد تو تاریکی و از پشت سر. شاید دوست داشته که خواب بودم. تو خیلی بزدلی مرد. بنداز از در تو. گفتم بندازش. بندازش! جهنم میبینم ات سرگار. این تنها وقتیه که دلم میخواد آدمی مثل تو بره بهشت، چون اونجا چند نفر بیگناه منتظرت، همونایی که تو جاده کشتی. پرت و پلا نگو، اون کار من نبود. همه تون سر به زنگا آشا میکنین. میگم جاده کار من نیست، اما شما واسه یه خیال عوضی زن و بچه منو کشتین. یه طفل شیش ماه هم رحم نکردین. من خونه ی تو رو هیچ وقت ندیدم. آدمات که دیدن، اونا هم همینطور. ما مثل شما نیستیم، به زن و بچه ها کاری نداریم. دروغ نگو مرد، اولا تو نفس آخر دروغ نگو. اگه تو آدمات خونه منو ندیدین، پس این یادگاری کی واسه من گذاشته؟ تو احمقی صندل، خیلی احمقی. این مال آدم های تو نیست؟ میدونی کجا بود؟ رو گردن بچه شیش ماهی من که دیگه سری به گردن نداشت. هنوز میگی شما و زن و بچه ها کاری نداری؟
اینو میشناسی؟ الیاس پارچه فروش گفته به تو فروخته. راست گفته. وقتی بچه های انتظامی اینو کنار جسد برادرم پیدا کردن قسم خوردم یه دقیقه آروم نشینم تا تناب دار خودم بندازم گردنت. وقتش نزدیکه. قربان، همونطور که عرض کردم برای تحویل گرفتن متهم و انتقالش به زندان در بیمارستان زندان است. چشم کن گوشی لطفا. من باورم شد اون کلا مال آدم های تو نبوده، اما تو هم یه چیزی که من میگم باورت بشه. اما روزی که من اینو خریدم فرستادمش واسه یه آدمی به اسم گرگیچ. تو که همه جا مأمور داری باید بتونی پیداش کنی. اگه گیرش آوردی ازش بپرس کجا جاش گذاشته. پسر 20 ساله داشتم که چراغ دلم بود. مرد، چطوری دلت اومد چراغ دل منو خاموش کنی؟ وقتی تو چشماش نگاه میکردی چطور دلت اومد؟ چطور؟ ممکنه یه روزی این پسرت به جواب برسه، اما تا اون روز مادر از همون دلت بپرس که من پسرتو کشتم یا نه. ولی من پسرتو نکشتم. یه عمر حسرت داشتن یه مادر داشتم. دوست ندارم به یه مادر دروغ بگم. الو، ملاقاتی دارید؟ ملاقاتی؟ مادرت اومده ملاقاتت. مطمئن می عوضی صدام نکردی؟ مثل اینکه خودت هم باورت نمیشه مادرت اومده ملاقاتت. بیا. برو. بهت یاد ندادم وقتی با بزرگتر از خودت حرف میزنی اول سلام کنی؟ بس چرا معطلی؟ سلام. علیک سلام. اونا بهم گفته بودن مادرت اومده. یعنی به مادری قبولم نداری؟ قرامتم اون سؤالو از دلم پرسیدم. دلم گفت تو محسن منو نکشتی. اینو به پسرت هم گفتی؟ شنیده بودم وقتی جوانی تو حبسه خیلی دلش میخواد مادرش سراغی ازش بگیره، واسه همینم اومدم دیدنت. با
بازم میام. نشنفتی وقتی یه پدری تو حبسه چقدر دل نگرانه بچشه؟ یه دختری بیرون دارم که بابتش نگرانه. آدرسشو بده. مخبرین اطلاع دادن محموله متشکل از سلاح‌های سبک و سنگین که نمیدونیم از کجا خریداری شده وارد کشور شده، اما اینکه کجا تحویل داده میشه و کی تحویل میگیره ما نمیدونیم. شما چی میخوایی؟ خب معلومه جنسا، تحویل دهنده و تحویل گیرنده، یعنی برای یک مرتبه ریشه این موزل رو بکنیم. دیگه چی میگویید؟ برای اجرای نقشه خاص یک نفر باید کمک کنه. آدم خاصی رو در نظر داریم؟ بله، کسی که شما به خوبی اونو میشناسه. جناب سرهنگ، میدونید که ما افراد زبده‌ای چه در اینجا و چه در مرز خامون داریم. بله، ولی بهترین نفر همون کسیه که تازه گرفتیمش. صندل زابودی؟ حرفش هم نزنین سرهنگ. برای چی؟ اون اگه کلید داره بهشتم باشه، من قید بهشتو نیست. نه، من نیستم. گوش کن سرگفت، برای عملیات مهم آدم باید از هر نیروی ممکن استفاده کنه. به جز مونیک، اون فقط مستحقه ایدام. جناب سرهنگ، شما فرمایش آخرتون رو بفرمایید. بسیار خوب سرهنگ، اون چه که در مورد همکاری با صندل زابلی گفتم پیشنهاد نیست، بلکه یه دستوره و باید اجرا بشه. بله قربان. باید هم اینجا باشه. شما هم اینجا منتظر باشت من برگرد. بله اینجا شما. دختر صندل زابون سلام علیکم. میتونم ببینمش؟ بله سلام. مهمون داریم. اونجا نشسته. سنوبر بله بله سنا، چی کار میکنی؟ گل بازی. دستتو ببینم. دستم کفیسه. نمیدونم به مادرم چی بگم، یعنی باید دست قاتل پسرشو بگیرم و بگم باهاش میخوام برم ماموریت. مدل شکستی اون چی کار کنم؟ اولا هنوز گناهکار بودن صندل معلوم نیست، ثانیا این ماموریت دیگه. راستی طبق دستور جناب سرهنگ بندش رو عوض کردیم. خیلی عالی شد. مامورا گزارش دادن چند روز پیش مادرش اومده بوده ملاقاتش. نمیدونستم این جونه بر مادرم داره. منم نمیدونستم که حاله همه مادرها رو به اسم تو نوشته. بلند شو بیا بیرون. بقیه آدم ها مادر دارن. مادر داشتنم باعث نمیشه نفرستمت بالای دار. بفرست بابا، بفرست.
به موقعش میفرستم. کبریت داری؟ چرا لهش کردی؟ نگر میداشی تا صفاشو برسی؟ نمیتونی مثل آدم حسابی حرف بزنی؟ آدم حسابی؟ اینم جزو جرمه؟ تو حال منو به هم میزنی؟ اگه حالت ازم به هم میخوره برای چی پا شدی اومدی اینجا؟ چی ازم میخوای؟ بیا اینجا کاری دارم. بیا. چی کارم داری؟ برای یه کاری به کمکت احتیاج دارم. کمک؟ خافه خون بگیر. چه مرگته؟ که کمک میخوای ها؟ قبول میکنی؟ نه نه؟ نه، به خیال چی؟ از زنده بودن من بیزاری، ازم کمک میخوای؟ گول قپه رو شونه تا خوردی؟ گفتی حالا این اسب عصاری ازش کار میکشم و راش میندازم که مخبرم بشه و واسم جاسوسی کنه، دونه به دونه سجل خلافکارا رو برام پرونده کنه. بعدش هم بهش میگم آقا صندل، محض خدماتت به ارفاق میکنم و میفرستمت بند عمومی. اما کور خوندی جام سرگرد. 10 سالم اینجا بمونم، نمیذارم یه دونه خبر واسه رد بشه. حتی برای گیر انداختن گرگیج؟ دنبال گرگیجی؟ خب همکاری میکنی؟ چرا نگفته بودی که پیشنهاد حمله از دهه ها رو گرگیج به تو داده بود؟ دیگه باید ببخشی، نمیدونستم خاطراتم رو باید برام. اما این چیزیه که ممکن بود خیلی قضایی رو روشن کنه. خب ما به تاریکی عادت کردیم. به هر حال یادت باشه تو هنوز یه مجرم تحت تعقیبی. حواست جلو باشه به زنجیر. چی؟ این چیزه میخوام یهو چشم مادرم به تو بیفته، چون ممکن از عصبانیت پس بیفته. عزیز جون، عزیز سلام. سلام. حتما میگی سر پیری افتادم به عروسک بازی ها؟ عروسک بازی هم بکنی باز من غلامتم. دختر همسایه هست؟ نه، پدر مادرش اینجا نیستن، فعلا مهمون منه. خیلی خوب، مهمون تو که باشه جاش رو تخم چشم منه. بابا چه بوی قرمه سبزیه، دستت که دست نیست مادر، جواهره. خب خب زبون نریز، بگو ببینم کجای کارت گیره. تو دیگه کی هستی مادر؟ گیر که نه، راستش یه چیزی میخوام بهت بگم. خب حالا ببینیم تو تا بعد. بیا. نه همین حالا باید بگم، یعنی میدونی که وظیفه چیه؟ حالا وسط حیات سر زوری واسه من 20 سوالی رو انداختی؟ نه عزیز جون، اما وظیفه و مصلحت یه چیزایی هست که به وقت شدن مجبوره به خاطر یه هدف تو طبیل کنار یه مثلا چجوری به هدف. بابا!
فعلا همه بریم نهار بخوریم. همه باید گشنه باشیم. بیا سنوبر جون. بیا. وایس عزیز. انگار نه انگار. یعنی اگه اشتباه نکنم این عروسک دختری بولتشنه. خب عیبش چیه؟ عیبی نداره عزیز. اما میشه بگی این دختر تو خونه من چیکار خونه میکنه؟ من؟ نه خونه شما. پس اگر خونه منه تو حق اعتراض نداری. چرا دارم؟ من یه پلیسم. و این همونی که هر شب سر نماز نفرینش میکردی. این من میدونم اون کیه. پس اینجا چیکار میکنه؟ خودت آوردیش. میدونم خودم آوردمش، اما خیلی دلم میخواد بفهمم که شما این بچه را از کجا آوردی. خب رفتم ملاقاتش. پس اون که ملاقاتش رفتی مادر خودش نبوده. من بودم. اون از 4 سالگی مادر نداشتی. خوبه خوبه، پس همه چی رو میدونی. حالا میشه بگی چند سالگی سرخک گرفته؟ کی تاتی تاتی کرده و اولین کلمی که گفته چی بوده؟ چند سالگی اولین نفر رو کشته؟ 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی، 8، 9، 10، 11؟ صداتو بیار پایین. رفتم ملاقاتش. اون روزی که یک چشمم عشق بوده، چشمم خون. بهم گفت از دلت بپرس که من پسرتو کشتم یا نه. منم پرسیدم، اون پسر منو نکشت. سلی، پس شما دستور بفرمایید که همه پاسگاه ها و دادسره ها و آگاهی ها رو تعطیل کنیم و همه کارمندان رو بفرستیم خونه هاشون و هر وقت لازم بود بیاییم خدمت شما که لطف کنین پنجره دلتون رو ما کنین و... بسه دیگه پلا نگو، خجالت نمی کشی؟ بریم نهار بخوریم عزیزم، بریم. اگه سلطان 100,000 تا مرد بودم همه رو ول میکردم و نوکری همچین زنی رو میکردم. میشه تو خفشی؟ نه، من حسرت هیچی رو نخوردم الا حالا که حسرت داشتن یه همچین مادری رو خوردم. واسه داشتن یه همچین فرشتهی راست راستی بهت حسودی میشه. پس خودتو بزن به آب. مسائلتو جمع کن قبل از اینکه هوا روشن بشه. باید بریم. عاشقتم مادر. تو دیوونه ای. خداحافظ. سلامت مادر. جون شما و جون سنوبر. نگران نباش. خدا به همراه اتون. برای این سرتو بگی پایین. پس این قوله چی شد؟ ای خدا بگیم چی بکنیم؟ اینا کیه تو سنگی؟ بای کسی لعنت به پدر مادر با مهمون داری در میزنن کیه؟ دبر پدر هرچی آدم من لعنه جیبه کیه؟ سندل اینا بکار تو روح نیستی خودشی. نه من روح سندلم. نه تو روح نیستی خودشی. خودمم ازرائیل. به قربون خودت برم، قربون اون صداد برم، قربون اون کلومت برم، به قربون اون خودتی خودت برم. یه ماش گفتن حبسی، یه ماش گفتن مردی، یه ماش گفتن به عبیدگی افتادی. بدش من یه ماش گفتن دارت زدن، اما تو گربه مرتضی علی هستی.
آخ چه صفایی به دلم زدی. کجا بودی؟ چه کردی؟ چه میخوای بکنی؟ اول و دومش مهم نیست، چی میخوام بکنم مهمه. خب اومدم گرگیجو بکشم به کمک تو هم احتیاج دارم. یه آدم از طرف اون همه شتراب و برچی ها رو اجاره کرده، دست به کار بزرگی زده، منم میخوام سر همون کار گیرش بندازم، میخوام بلایی به سرش بیارم که تو چت شده؟ چرا؟ یه چیزیت هست با من زیر و رو نه؟ چیه؟ میترسی؟ میترسم. راستشو بگو مرد، تو از گرگیج میترسی؟ شما ایش کاری نزارید بود گرگیجا به کارتون جاسوسا. ببینم تل بود چطه تو؟ ترسیدی؟ منو ترس؟ نشناختی منو؟ بس چه مرگته؟ اسم گرگیج رویه و آثرت کرد، واسه ای چی؟ من دارم واسه گرگیج کار میکنم. یا خزره پیغمبر صاحب کن ببینم، تو هم جیر خار گرگیج شدی؟ باز گفتی؟ من هوا بخورم چون که من اینار علف سیر میکنه. تو رفتی دستی کمش دل خوش میکردی، باست میگفتی 10 سال حبس. من چی کارم؟ از کجا نون بخورم؟ با یه شب به شب ملائکه یه دستمال پرو پول از دیوار خونم بندازم پایین. پدر بیامرز پاقاچاقم تو بودی، میدادی میبردم آب میکردم، سهم تو رو میدادم، سهم خودم بر میداشتم میرفتم. پاشو، وقتی تو نبودی چی کار باست میکردم؟ یکی باست قبولم میکرد و جنس هستم میداد رد کنم. من بهت هیچ وقت ریاک و هروئین ندادم. بریم. بجز بوام و ننم 6 تا بچه دنوازه یک من گنجش تو خونه دارم، گرگیش هوامو داشت، چطور میتونم بهش خیانت کنم؟ خب نکن. معلومه که نمی کنم. میدونستی گرگیج زن و بچه منو کشته؟ که قرار بود منطقه را از شطور و بلچی پاک میکنیم. دارم بهت میگم هرم خور، یا حرف بزن یا زبون تو از حلقومت میکشم بیرون. چنان لالمونی گرفتی بلال دیگه. سرت قسم ولید، همه شطور ها گم شدن. یعنی شطور ها رو کردم تو صندوق خونه یا که چپوندنشون تو موال؟ هر خودتی دوشکان سبیر، تو قراره همه شطورا رو بر باب گرگیج بدی. میخوام بفهمی اگه قرار باشه همه ماده های ایل و تبارت شطور بزن؟ باید بزن. واسه این که بر باب گرگیج قرار داری گوشت هست؟ حالا چرا به این سختی؟ یه نفر از که ابزار همه شطورا تو دستشه. سلام. پس غیب شدن ها؟ میخوای شیرین بفروش بیاره؟ به سرت نه، دیروز تو شهر با ویلای شطردارا در اومد. شطرها از بیابون یه دفعه غیب شدن. سر شب یه نفر اومد سراغ صاحب شطرها، اجاره یه ماهشون میکنه و پیدا کردن شطرها رو خودش تقبل میکنه. میدونم که نصف شب اومدن، 2 نفر بودن. گفته میدونه شطرها کجا. این ترسوا بدتر ارباب گرگیج، اگه بگمت کی بود میفهمی بدتره. مگه کی بود؟ صندل زابلی قربان. اون یکی هم لباس بلوچی پوشیده بود، اما بلوچ نه. صندل زابلی؟ پس اون بیرونه. اون یکی دیگه کی بود؟ فرمانده هنگ همین ناحیه قربان، همین ناحیه. پس اینجوری اومده بیرون، اومده آدم فروشی؟ بله، هر با
باریکلا زبیر، باریکلا. یه ماشین داره میاد. در رو باز کن بیان تو، ارباب منتظرشونه. صبر کن، پیش ارباب با سلاح نمیشه رفت. منم بدون سلاح جایی نمیرم. این من بگر، اونم تو بگر. دریم 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 رفتی که تفتیش بشی. صفیس رفیقت لو رفته. زرما تونن برن برن این چین جا بستی. میخواستی منو ببینی؟ آره، اما نه اینجوری. چجوری؟ مرده؟ یا دست بسه؟ میخوام تنها باشیم. برای چی؟ من راجع به معامله در مقابل دیگران حرفی نمیزنم. تو هم اگه میخوای راجع به معامله با من حرف بزنی، پس باید تنها باشیم. خیلی خب، بیا بریم. حواست باشه، 100 تا تفنگچی مراقب شما. حواسم جمعه. بگو. وقتی باهات حرف میزنم برود نیار، انگار داریم درباره معامله حرف میزنیم. بگو. اون مردی که همراه منه جاسوسه. جاسوس دولتی. خب پس با تو چی کار میکنه؟ باشون بستی؟ تو حبس اومدن سراغم، گفتن یا ادام یا همکاری. هیچکی از مردم خوشش نمیاد. حالا چی؟ آوردیش من ترتیبشو بدم؟ نه، اگه میخواستم تا حالا خودم ترتیبشو داده بودم. تو یه سری جنس داری که اومدم برات حملش کنم. اون دفعه چرا نکردی؟ اون دفعه زن و بچه هم زنده بودم، اما این یارو با آدماشونا رو تکه تکه کرد. میخوام کاری کنم که سرشم نتونه تو منطقه بلند کنه. نفع بودن اون چیه؟ اگه محض احتیاط هر دوتونو همینجا بکشم تو. اولش اینه که دستت به یه شترم نمیرسه. آدم های منو اون میدونن اگه بر نگشتی. با شتر با چی کار کن؟ باقیشم بگم؟ خب یه چیز دیگه، اون همه شتر و بلطی رو تو مطلع چطوری غیب کردی؟ بهتر اختلاط رو تموم کنی. ممکنه بعضی ها شک کنن، بعدم برات میگم. خب بهتره زحمت کم کنیم. بجنبی، تو برو سراغ اون ماشین.
تو همونجا شما دو نفرم سواره بیافتون. بعد از ظهر اول غروب از مرز رد میشیم. هنوز نگفتی از کدوم را باید بریم. از جاده زیر زابور. منظور جاده ابریشمه؟ آره خوب آره دیا. سر قرار میبینم. سر قرار. مسیر جاده ابریشمه. سرگرد خبر بده به منم نگاه نکن. گوش کن چه میگم. مواظب باش تمام اون حسارا رو برد. بیشتر از اینا میفهمید. تمومش کنی. نه چرا معطلی؟ زودتر بجام. ولی تمومش کنی. اون یارو دل بود خائن از آب در اومد. خودم دیدم. تا اینا رو بار بزنن تو برو اون دوتا مأموریت انجام بده. بیا اینم آدرسا. معطلش نکن. باشه میخوام آفتاب من رو نبینه. معطل نکنه. مالا رو خالی کنه. سیرشون جاده ابریشم. چی؟ اولش متشکرم. به تو هم بهشون ملحق میشه. آمین. به سلامت. حرکتون کنیم. از جاده ابریشم بیریم. تا شب نشده باید ایستگاه اول کویر رو رد کنیم تا گرفتار باتلاق شن نشیم. حرکت! حرکت! حرکت کنیم. حرکت! حرکت! معلومه کجا داری میری؟ راهی رو که قرار گذاشتیم؟ نه، ما از اون راه نمیریم. ولی راه جاده ابریشم همینه. مگه دیشب همین راه قرار نذاشتیم؟ قرار دیشب مال دیشب بود. خوب برگردن. ما از این راه میریم. جاده ی هفتر. بایسید! آه.
برات چند تا توصیه دارم. برای یه کار بزرگ اول باید خودت بزرگ باشی. یادم میمونه. دوم این که هیچ کی نباید یک کلمه بیشتر از خودت بدونه. مثلا برای مسافرت خودت تو مردم چو میندازی از یه را میرم، به مامورا میفهمونی که از یه راه دیگه میری. شب با آدم های خودت یه راه دیگه آدرس میدی، اما سر چند راهی که رسیدی همون راهی رو میری که فقط خودت میدونی. و برای یاد گرفتن چیز دیگه هم هست؟ آره، خیلی هست. مونده که چقدر از عمرت باقی مونده باشه. منظور تو درست نمیفهمم. اگه دست هست با خطا کنی شاید دیگه نتونی اون دل بود خواهنش رو بدیدی. همینطور اون دکتر بچه و اون پیر زنه رو صافت لجن میکشمت. دیگه موثرش رو تام بشه میکشمت. به خدا میکشمت. میبینی؟ باشه باشه میبینیم میبینیم. حالا دیگه میری مسیر لومدی؟ فکر نکردی گرگیج از شما حاضرنگ تره؟ آدرس و اشتباهی به سر گرد دادی. حیف که دیگه نیستی ببینی چه برای سر رفیقت میاد. چند نفر رو به محل بفرست. خودت هم از پای دفتر جم نخور. منم سعی میکنم زود خودم رو برسونم. خداحافظ. بیچاره خانوادش. بیچاره دل بود. بد جوری کشتنش. آره. چند نفر مأمور بیان جسد رو ببرن. بله بفرمایید. با جناب سرگرد کار دارم. خیلی فوریه. بوشی لطفاً. خط مشغوله. چند لحظه گوشی رو داشته باشیم. چقدر طولش میدی؟ به جمع دیگه. اینقدر را نروسندن. گوش کن گرگیج. کاری نکن که قید خودم و اون بچه و مادرم رو بزنم. مادرت؟ اگه مادر واقعی بود ازش خیلی راحت میگذشتم.
به کسافت لجان نمیدونی باعث آزار چه جواهری شدی. گوش کن چی میگم، اگه فقط یک بار دیگه از این حرف از دهنت در بیاد کاری میکنم که از پنجره دوت بکشی. زیاد تون نرو آقا گرگیج. سم تو چه مرگته؟ تو میخوای من این بارو از اون پاسکار رد کنم و به اون کارخونه مطبوب که برسونم؟ مگه اینو نمیخواستی؟ صدا تو بیار پایین احمق. میرسونم، فقط دعا کن بعد از تحویل گرفتن مادر و بچم تا زندم چشم تو چشات نیفته. سرگرد صندل پشت خطی بستش کن، صحبت کنید. الو، منم صندل. گوش کن سرگرد، وقت زیادی ندارم. کجام و چه کار میکنم مهم نیست، مهم بی بی و سنوبرن که گروگان گرگیجن. تو جدی نمیگی؟ حرفایی که میزنم خیلی هم جدی هم. تو فقط گوش کن. فردا قراره یه محموده رو از دم پاسگاه هفت سنگ رد کنم. باید جفتمون دعا کنیم کسی قصد بازرسی به سرش نزنه. میخوام به مامورای پاسگاه مرزی حالی کنی بذارم بی درد سر ما رد شیم. یعنی غیر از این چاره ای نداری؟ خب اینو بفهم، برای من اون بچه مونده، برای تو هم بی بی، برای این گرگیجم جون آدمی زاد مهم نیست. پس با پاسگاه هم آهنگ کن، طلوع آفتاب رد میشیم. تمام. الو؟ قطع کرد. چنین چیزی امکان نداره. چی فرمودین؟ دروغه، غیر ممکنه. یه دستی بهش زدن، مطمئنم بهش یه دستی زدن. چه اتفاقی افتاده جناب سرگرد؟ میگه مادر من و بچهش رو دزدیدن، بهش یه دستی زدن. بله قربان، این پاکت همین الان با پیک مخصوص رسید. امری نیست؟ نه بفرمایید، فوری با منزل و همینطور مرکز تماس بگیر. موضوع باید جدی باشه. نظر به اقدامات اشرار در به دست آوردن سلاح‌های ارسالی از آن سوی مرز لازم است. گزارش مفصلی از عمل کرده حوزه در رابطه با مأموریت خود به مرکز ارسال کنید. موفق جناب سرگرد. قربان بیفایده است، جواب نمیده. سلام قربان. سلام. نواره میکنم یه صندل رو برام بذار. بفرمایید قربان. پنجران دوت بکشید. زیاد تون نرو آقا گرگیج. سم تو چه مرگته؟ تو میخوای من این بارو از اون پاسگاه رد کنم و به اون کارخونه مطبوکه برسونم؟ مگه اینو نمیخواستی؟ متشکرم. خواهش میکنم. قربان متاسفانه از تهران خبر دادن که گروگانگیری مادر شما و بچه صحت داره. میخوام آدرس تمام اماکن متروکه اطراف پاسگاه هفت سنگ رو برام پیدا کنید. چشم. مخصوصا کارخونه ها. چشم. فقط تا فردا صبح وقت داریم. چشم. راستی فوری چند نفر نیروی ورزیده و هلیکوپترم آماده کنید. فقط خیلی سریع. اطاعت قربان. Thank you.
ببر بالا. اطاعت. یاده شو کن. همه چی مراتبه. گرگیج، من به قولم عمل کردم. حالا اون مادر و بچه رو بفرست بیان. میان حتما. ولج بابا اونجا. آره مادر. خوبه؟ خوبی؟ من خوبم. بچه رو بردن. برو دنبال بچه. خیلی خوب. از اون بر. Ah!
بریم پایین. رسولی هستین شما؟ Thank you.
سندل، خیال کردی اگه اصلم خالی نبود میتونستی منو گیر بندازی؟ بهتره به بچه کاری نداشته باشی، من کمکت میکنم. تو از چی میترسی؟ بزن! خیالت پلیسا ملاحظه تو رو میکنن؟ تو واسه اونا یه پاپاسی نمیارزی. قاچاقچی همیشه یه قاچاقچیه، پلیس هم همیشه پلیس. رفاقت بر نمیداره. خب بزن، شدید کن. میخوام منو بزنی تا وقتی دوتایی افتادیم برای همه عمر یادت بمونه که گلوله تو دخترتو کشت. میخوای برای تعریف کنم بچه شیر کند چجوری کشته شد؟ بزن! ولید! شدید کن سرگور، گلوله بابرکتیه، به جای گنفر دو نفر رو میکشی. آره سرگور، برادر تو من کشتم، من! ولید! بجام بی بجام رابیو بابا رو بینم من در اختیار شمام برو پیشی بابا جو